ماجرای مبهم درآمد پیامک ها میزان درآمد برنامه 90 از ویژه برنامه هادی نوروزی مشخص شد. بعضی ها از درآمد 50 میلیونی برنامه 90 از ویژه برنامه هادی نوروزی خبر دادن، اون هم فقط توی بخش اسمس برنامه. براستی برنامه 90 از این پیام ها درآمدی هم داره یا فقط یه نشونه برای نشون دادن همراهی بیننده هاست؟ بیش از 3 میلیون پیامک برای این برنامه. مسابقه پیامکی در کار نبود و از هواداران خواستن عدد 24 رو به برنامه بفرستن و به نوعی همراهی کنن با هادی نوروزی. در نگاه اول حرکت زیبایی بود برای نشون دادن همراهی بیننده ها، و اما کسای دیگه هستن که جور دیگه نگاه میکنن به این مسئله. قبلا گزارشی داشتیم از درآمد ثانویه برنامه 90 از تبلیغات برنامه که سر جمع یه چند میلیاردی میشد. توی این برنامه فردوسی پور از دستاندرکاران استادیوم آزادی در بخش پارکینگ گفت که از مردم شرکت کننده توی مراسم تشییع نوروزی پول گرفتن که ظاهرا باعث اخراج اون گروه شده. اینطور میگه. ولی همینا از عادل خان هم خواستن که شما خودت چقدر درآمد داری؟ و در جواب گفت من اطلاعی از درآمد پیامک ها ندارم و باید از بخش فنی بپرسم. و اینکه توافق بین 90 و اپراتورهای موبایل وجود نداره و مثل پیام های دیگه حساب میشه. ولی شنیدا آکی از اینه که 90 فرمولی داره برای درآمدزایی بخش پیام ها، ولی با اسپانسر برنامه. اونم اینطور که هر پیام 20 تومن تا سقف 2 میلیون پیام. از 2 میلیون پیام بیشتر هر پیام 10 تومن حساب میشه که در حسابی سرسری برای 10 ماه برنامه میشه 1 میلیارد و 600 میلیون تومن. بانک سپم که مدت طولانی اسپانسر اصلی برنامه هستش میگه جزئیات اسپانسرینگ رو نمیتونیم بگیم، محرمانه است. ولی اینو نمیشه نادیده گرفت که برنامه‌ای به یک بار این حد درآمد برای اپراتورها داشته باشه و سودی برای خودش در نظر نگیره. توی دنیا از این دست درآمدزایی کم نیست که اینجا هم نمیشه گفت. و قراردادی هستش بین برنامه قربیننده و اپراتورهای تلفن از تماس صوتی تا پیامک برنامه. مروری بر خبرها، مروری بر رویدادها، نگاهی متفاوت به اتفاقها، برنامه‌ای برای همه ایران، از ورزش و سینما تا دیگر رویدادهای روز در برنامه شبانه، هر شب ساعت 22 از گپ مدیا.